بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام برای تمام شنوندگان و بینندگان محترم، مثنوی که برایتون قرائت میکنم از نوشتجات برادر حبیب الله بهشتی میباشد. مثنوی درباره صلح است. از روزی که گپ صلح به میان آمد، فاجعه است به این وطن. هر روز کشتن و کشتن و کشتن و کشتن. می رسد روزی که زخم جان ما درمان شود. می رسد روزی که زخم جان ما درمان شود. در زمین خشک ما از رحمتش باران شود. خسته شد مردم هم از این حاکمان بینمود، چون کسی هرگز به فکر مادر میهن نبود. تا نباشد خوشدمی یک لحظه کام وطن، هی نفاق انداختند در بین اقوام وطن. مرز می سازند میان شهرهای خاک ما، گند می سازند به والله سرزمین پاک ما. از خوجندم ریگرم همدرد و محزون من است، دشمن ختلان و پامیر دشمن خون من است. از قناری تا کبوتر زاغ را آتش زدند، میوه هامون را ربودند، باغ را آتش زدند. های مردم، کار اینها غیر اخاذی نبود. حرفهای این جماعت جز کلکبازی نبود. این شعار حقشان آخر دروغ نابجاست. کشتن و دزدی و غارت در مسلمانی کجاست؟ مسجد و آزادی و وجدان را آتش زدند، من به چشمم دیدم. قرآن را آتش زدند، من به دینم پایبندم. مثل کوه است باورم، ور مسلمانی چنین است بعد از این من کافرم. آتش اینجا شعلور شد، دود او تا آسمان. از همان روزی که حرف صلحشان آمد میان، می کشند و می درند و می زنند این خلق را. هی برام صلح بازی می دهند این خلق را. صلح یعنی جنگ، یعنی آتش و درد و فغان. صلح یعنی جنگ نافرجام ما، اینجا بمان. صلح یعنی تخم جنگ نرم را باز کاشتی. صلح یعنی قتل مردم مستعارش آشتی. صلح یعنی که بریده شاخه امید ما. آشتی معنا ندارد صلحتان از دید ما. تا به کی با قدرت خود یک تازی میکنید؟ تا به کی آخر ادای حزب نازی میکنید؟ تا به کی این آتش معرکه برپا میشود؟ تا به کی بازی به خون ملت ما میشود؟ بس کنید این دسترازی مردم پایلوچ را. بس کنید آخر همه آشفتگی و کوچ را. بس کنید آخر به مردم وعده های پوچ را. بس کنید آتش به خاک خسته آزاد را. بس کنید این حرف های مفت و بی‌بنیاد را. بس کنید ای در نیفتاده به خشم مردمم. بس کنید این خاک خوشیدن به چشم مردمم. سفرت خالی و دستت دائما بدانه باد. خانه را ویران نمودی، خانه ات ویرانه باد. کشتن و بستن شده کار خوش آنی ایتان. من به والله شک نمودم بر مسلمان ایتان. هرچی بینویسم بدی از نسل ایشان میرسد. هی گلویم بغض کرده شعر پایان میرسد.